امروز میخواییم با همدیگه تیرامیسو که یه دسر ایتالیایی و بسیار خوشمزه است رو درست کنیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. زرده تخم مرغ، شکر، وانیل رو روی بخار آب به روش بنماری حدود 10 دقیقه میزنیم و مرتب هم میزنیم. میتونین یه دونه سفیده تخم مرغ هم بهش اضافه کنیم. بعد اینکه 10 دقیقه تموم شد یه حالت کشدار پیدا میکنه. میذاریم کنار تا خنک بشه. خامه قنادی رو میذاریم بیرون فریزر بمونه و شل بشه و بعد با همزن فقط در یک جهت هم میزنیم تا به این حالتی که میبینیم برسه و فرم بگیره. خامه فرم گرفته رو میذاریم کنار. اگه دمای محیطتون خیلی گرمه داخل یخچال بذارین بهتره. پنیر ماسکارپونه رو هم داخل یه ظرف میریزیم و با همزن میزنیم تا صاف و یک دست بشه. اگه این دسر خوشمزه رو قبلا امتحان کردین خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها واسم بنویسین. حالا خامه قنادی فرم گرفته و پنیر همزده رو با هم دیگه مخلوط میکنیم تا صاف و یک دست بشه و یه حالت نرم و لطیف داشته باشه. من قبلا توی کانال ویدیوی تیرامیسو رو گذاشته بودم که با اینو تیرامیسو یکم فرق میکنه که اون از این قسمت بالا میتونیم ببینین. حالا مخلوط زرده تخم مرغ که سرد شده رو به خامه و پنیر اضافه میکنیم و دوباره خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. زرده های تخم مرغ یه بافت خیلی ابریشمی و عالی به کرم تیرامیسوی ما میده و فوق العاده هم خوشمزه میکنه. و چون قبلا روی بخار آب به روش بنماری حدود 10 دقیقه ما تخم مرغ ها رو پختیم دیگه نیازی به پخت دوباره نیست. خب حالا مواد داخلی دسر ما آماده است. قهوه اسپرسو یا هر نوع قهوه دیگه‌ای که دوست دارین ما درست میکنیم و میذاریم که سرد بشه. و اینکه میتونین اگه دوست داشتین یه مقداری از قهوه رو داخل کرم تیرامیسو بریزین تا عطر و طعم قهوه رو بیشتر احساس کنین. بیسکویت لیدی فینگر داریم که اول اونها رو به قهوه میزنیم و بعد داخل ظرف سرومون میچینیم. به جای لیدی فینگر میتونین از انواع بیسکویت های دیگه هم استفاده کنین. بعد اینکه یک لایه بیسکویت رو چیدیم، نصف کرمی که آماده کرده بودیم رو میریزیم و خوب صاف میکنیم. میتونین بین لایه ها پودر کاکائو هم علک کنین که این کاملا اختیاریه. لایه دوم بیسکویت ها رو هم مثل قبل اول به قهوه میزنیم و بعد داخل ظرفمون میچینیم و بعد اون نصفه کرم باقی مونده اون رو هم میریزیم و خوب صاف میکنیم. حدود 24 ساعت میذاریم که داخل یخچال بمونه و روز بعد روی تیرامیسو پودر کاکائو علک میکنیم و بعد به دلخواه برش میدیم و سرو میکنیم. دسر فوق‌العاده خوشمزه‌ایه و ارزش یه بار امتحان کردن رو داره. حتما درستش کنین. اینم از یه تیرامیسوی فوق‌العاده خوشمزه و عالی. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. واسه یه دیدن آموزش‌های بیشتر کانال منو حتما سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. راستی این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستین و منو به اونها معرفی کنین.